درود بر همه بینندگان و شنوندگان برنامه فرهنگ سازی آرتیمیس احورا هستم و امروز درباره یکی دیگه از مشکلات بسیار متداول فرهنگی ایران و ایرانی ها با هم گفتگو میکنیم مشکلی که یک ریشه تاریخی پیدا کرده برای ما و دردسر بسیاری داره در جامعه ایجاد میکنه و متاسفانه داره روز به روز هم بدتر میشه امروز درباره رواج دروغگویی و دروغ در جامعه ایران با هم صحبت میکنیم اینکه واژه دروغ یا دروج در واقع در فرهنگ ایران باستان رو در روی اشا ایستاده، یا همون هنجار هستی و دروغ یا دروج در واقع جریانی خلاف نظم و هنجاری است که در جهان رواج داره و تباهی و پلیدی در واقع ایجاد میکنه نظم یا سیستم آفرینش رو به هم میزنه و شامل کجندیشی در گفتار، زشتکاری در رفتار و نابود کردن هستی و هر آن چیزی است که میتونه یک جامعه رو به تباهی برسونه. در فلسفه زرتشت چم یا معنای جرفی داشته. از دید زرتشت و از دید نیاکان ما در واقع جامعه ای که در اون دروغ یا دروج رواج پیدا میکنه بنیانش بر باد میره و از این رویه که میبینید شاهنشاه داریوش بزرگ در روی یکی از کتیبه هایی که در شهر پارسه یا تخت جمشید کنونی به جای گذاشته از خودشو از اهورامزدا خواسته که ایرانمون رو از دشمن از خشکسالی و از دروغ در امان بداره از نگاه زرتشت همراهی با هنجار هستی و قانون اشار رستگاری و رهایی رو در واقع به همراه داره و از این رو هست که سخن نقض راستی رستی در ایران رواج پیدا کرد یعنی هر آن کس که راست میگه رستگار میشه یا به سرمنزل مقصود میتونه برسه و حتی این شعار رو ما میبینیم که در پس از اسلام در دوران امیر تیمور این سلطان حتی امیر تیمور و ازبک که ایرانی هم نبود از نیاکان مغول هاست در نامه ای که به شارل ششم پادشاه فرانسه می نویسه همین واژگان ایرانی رو به کار میبره و میگه اگر راستی رستی که این در موزه هم نگهداری میشه بنابراین در همه پجوهش های دانشگاه های مختلف نشون داده شده که در واقع برایند ساختن و پرداختن دروغ در ذهن انسان بسیار بسیار پر انرژی یعنی انرژی بر و استرساس انسان هنگامی که شروع میکنه به دروغ گفتن بخش های بسیاری از مغزش روی هم اوورلپ پیدا میکنن و پروسه دروغ پردازی از انسان انرژی بسیار زیادی میبره و خرد و اندیشه انسانها رو میتونه تحت تأثیر قرار بده و در واقع انسان قادر نخواهد بود از مغز و اندیشهش به خوبی استفاده کنه رواج دروغ مشکلات بسیار رفتاری و حتی روانتنی رو هم ایجاد میکنه و در واقع دروغ یک دروغ دروغ های مکرر بعدی رو با خودش به ارمغان میاره که ما در روانشناسی اصطلاح واژه دروغگوی پاتولوژیک یا عادتی رو در واقع داریم که افرادی که بیشتر از یکی دو بار ازشون دروغ میشنوید افرادی هستند که به صورت عادتی یا هبیچوال مرتب دروغ میگن و اینا در بخش رفتاری و شخصیتی دچار مشکلات بسیار هم میشن دروغ سازی در پژوهش نشون داده شده که بسیار دشوارتر از راستگویی است در واقع انسان هنگامی که تلاش میکنه از خودش دروغ بسازه در واقع سعی میکنه که یک راست رو سرکوب بکنه یا حقیقتی رو پنهان بکنه یا به کنار بزنه در دانش عصب شناسی یا نورولوژی نورو در واقع اسناد کاملی در این پژوهش ها هست که هنگام دروغگویی انسان ها حتی میتونه یک بخشی از تفکرشون مختل بشه و یک تستی ما داریم به نام کانسیل انفورمیشن تست یا CIT که در جرم شناسی استفاده میشه یک سری تصاویر مرتبط و غیر مرتبط رو نشون میدن به فرد و هنگامی که در واقع الکترود ها به مغز وست هستن میبینن فرد هنگامی که مثلا وسیله قتل رو میبینه به عنوان مثلا, مثلا کسی که آدمی رو کشته مثلا تفنگ رو میبینه مغزش شروع میکنه به واکنش متفاوت نشون دادن و در واقع اون چیزی رو که میدونه درسته انرژی زیادی صرف میکنه که اون درست از ذهنش بزنه کنار که بتونه یک جواب دروغ بده بنابراین سخت سرکوب کردن حقیقت اونجوری که بهتون گفتم بسیار بسیار مشکل تر از راستگویی است حالا ببینیم شروع شروع, شروع دروغگویی در ایران و چرای اون چیه دروغگویی همه ما میدونیم یک صفت بسیار زشتی است عواملش هم میتونه مرتبط باشه به منفعت طلبی میتونه به ترس یا مسلحت شخصی باشه مسلحت هایی که برای افراد در واقع مسلحت اندیشی هایی است که در بسیار مواقع خلاف واقع و دروغگویی در واقع تحریف واقعیت و مانع از انتشار واقعیت به صورت تمام و کمال میشه دروغگویی به شیوه های گوناگونی در واقع میتونیم بگیم که در خانواده باز تولید میشه یعنی ما با افرادی روبرو میشیم که دروغگویی رو از بستر خانواده آموزش دیدن و یاد گرفتن یا ناچار بودن به دروغگویی و این افراد حتی بعد از اینکه بزرگ میشن خودشون هم به فرزندانشون دروغگویی رو می آموزن و یا از بچه میخوان که پنهان کاری کنن یا همه واقعیت رو نگن به خیلی ها و از این روی یک در واقع تاثیر دائم شخصیتی روی افراد میذاره اون چیزی که ما در اجتماع ایران متاسفانه مورد قفلت قرار دادیم آسیب شناسی این پدیده دروغه و دروغگویی و واکاوی تاریخی شو باید ببینیم از کجا میاد خداگاهی تاریخی برای همه ما نخستین قدم در, واقع در شناسایی آسیب ها و مشکلاتی که در یک جامعه وجود داره و اینکه ببینیم ریشهش اصلا از کجا اومده میدونیم که شرایط سیاسی حاکم بر جامعه کنونی ایران نه یک در این نظام هایی که نظام های سرکوبگر هستند و نهادهای مدنی بست نیافته دارند دروغ و فرهنگ دروغگویی درشون بسیار شایع در کشورهای توتالیتر و حکومت توتالیتر یا تمامیت خواه مانند کشورهای اسلامی خیلی خیلی بیشتر این رواج دروغگویی رو میبینیم برای که شیوه زندگی قالب اون جامعه شیوه غیر طبیعی است شیوه است که با نفس و ذات انسان هماهنگ نیست و چون شما رو از نفس و ذات واقعی خودتون و از شیوه ای که دوست دارید زندگی کنید دوست دارید بیاندیشید دوست دارید بخورید بپوشید و اون شیوه ای که خودتون دوست دارید زندگی کنید شما رو ازش جدا میکنن و برای شما قوانینی میذارن امر و نهی به اصطلاح شبانه روزی بر شما و زور و ستم بر شما مرتب مستولی است ام شما وادار میشید به اینکه دروغ بگید و اون چیزی رو که از شما میخوان وانمود کنید در حال اینکه زندگی خودتون اندیشه خودتون و میل خودتون چیز دیگری است این اتفاق از پس از اسلام در ایران افتاده در پیش از اسلام راستگویی بزرگترین ارزش اجتماعی بود و دروغ رو ریشه و بنیاد تمام فسادها میدونستن یعنی شما از دروغ آغاز میکنید و جامعه و شخصیت خودتون میتونه به مرور به انواع گوناگون آلودگی مبتلا بشه در پیش از اسلام ما چنین چیزی نداشتیم جامعه آزادی داشتیم با مردمی که آینشون فرهنگ ملیشون بود فرهنگ ملیشون شیوه زندگیشون بود و شیوه زندگیشون آن چیزی بود که توسط جامعه و دولت پذیرفته شده بود و تشویق میشد و ترغیب میشد و بر اون اساس مردم زندگی میکردند اما متاسفانه از پس از یورش تازیان به ایران شیوه اندیشه وارداتی باور مذهبی وارداتی و امر و نه کردن و توسری زدن و ترساندن و مردم ایران از حقوق حقه خودشون محروم کردن به مرور سبب شد که مردم ایران در بیرون خونه یک شیوه زندگی و رفتار و گفتار و پوشش رو داشته باشند و در درون خودشون از اونجایی که ایرانیان هرگز به طور واقعی مسلمان نشدن و اسلام هرگز برای مردم ایران نهادینه نشد علا داشتن حکومت اسلامی در پس از اسلام و خلفا و پس از اون دست نشانده ها و که خلفا نصب می اداره می به شیوه اسلامی مردم ایران در خانه های خودشون تا صدها و صدها سال پس از اسلام زرتشتی مانده بودن و شیوه زندگی و رفتار فرهنگی ایرانی خودشون رو انجام میدادند و اونگونه گونه که دلشون میخواست لباس می در خونه هاشون زندگی میکردن و در بیرون از خونه ناچارن مجبور بودن به زندگی دوگانه و از آن زمان بود که بیاعتمادی که ایجاد شد مردم ترسی که از حکومت های اسلامی پس از اسلام در ایران داشتند و در واقع حوزه متفاوت فرهنگی اجتماعی مردم از حکومت غالب و دین قالب اسلام بر ایران موجب شد که مردم این زندگی دوگانهشون دو شخصیتی بودن رو براشون ایجاد بکنه و برای اینکه طرف امن زندگی رو داشته باشن و نکشنشون و از بینشون نبرن و اموالشون رو نگیرن خیلی ها حتی اومدن برای ندادن جزیه و مسائل دیگه و فشارهایی که وجود داشت مسلمان می شدن اما همچنان در خونه و زندگی خودشون به آین زرتشت و اندیش های ایرانی باورمند بودن و متاسفانه این آموزش دروغ از آن زمان در جامعه ایران نهادینه شد و زشتی دروغ از بین رفت و در واقع رفتارها و الگوهای اسلامی آمد جای ریشه های اصلی فرهنگ ایران رو گرفت و شناخت و آموزش مردم ایران از فرهنگ ایرانیشون به مرور جدا و جداتر شد و کمرنگ و کمرنگ تر شد و متاسفانه مردم ناچار شدن رفتارهایی که در جامعه پسندیده بود و من. پذیرفته شده بود رو انجام بدن و به شیوه اسلامی زندگی کنن یا حرف بزنن یا مراسمشون رو انجام بدن بنابراین میبینیم که این آسیب فرهنگی 1400 ساله که در فرهنگ ایرانی وجود داشت و اندیشه ایرانیان رو هویت ایرانیان رو تخریب کرد و به سوی نادرستی در اندیشه و گفتار و رفتار مردم سوق داده شدند و متاسفانه از آن جایی که یک حکومت ستمگر ظالم و به ویژه خب همه ما میدونیم در اسلام تقیه وجود داره در اسلام دروغ های مختلف خوده وجود داره و امثال اینها در نتیجه دروغگویی سران حکومت و کسانی که متولیان گردانندگی ایران بودند چه زمانی که خلفا بودند خلفای اسلامی و یا نمایندگان آنها بودند چه پس از اون در دوران ترک ها و مغول هایی که در ایران بودند حالا از خارستایان، قزنبیان و سلجوغیان و بعدم مغول ها و بازماندگان مغول ها و بعد در دوران صفویه دیدیم تا تمام این سالها متاسفانه مردم روابط شخصیشون با هم دگرگون شده بود شیبه اندیشه و گفتار مردم ایران عوض شده بود و این در واقع خواست دروغگویی عوارز دروغگویی که از حکومت های قالب به مردم تحمیل شد بر بنیانهای فردی و اجتماعی جوامع اثر میگذاشت بر جامعه ایران هم اثر گذاشت بیاعتمادی مهمترین آرزه دروغگویی است که در تمام 1400 سال اسلامی شده ایران به جز در دوران میتونیم بگیم کوتاه و محدود 50 ساله پهلوی در 1400 سال گذشته به اون 50 سال مهمترین در واقع آرزه ای بود که در ایران مستولی شد یعنی در واقع اعتماد که یک سرمایه فرهنگی و پایه اساسی در روابط اجتماعی است در نگاه ایرانیان کمرنگ شد و مردم دچار سرخوردگی و تنش و در واقع پنهانکاری و نا... حس ناامنی مدام که این حس ناامنی مدام خودش استراب و افسردگی رو هم برای مردم ایران برمغان آورد برای که انسان موجودی اجتماعی است و انسان دوست داره در اجتماع زندگی کنه با مردم یه تعامل داشته باشه و زندگی نرمال بکنه ولی هنگامی که در یک جامعه اعتماد از بین میره و دروغ گسترش پیدا میکنه انسان نمیتونه دیگه انگار افراد مطمئن در اطراف خودش پیدا بکنه و همین هم مشکلات بسیاری در حوزه روابط شخصی مردم ایران ایجاد کرد در حوزه کلان بیاعتمادی بین دولت و مردم موجب می که جامعه به تملق و چاپلوسی روی بیاره شما اوج این حالت های چاپلوسی رو در دوران قاجار میدیدید که هنگامی که مردم می مثلا از ناصر دینشات صحبت بکنن شعرهایی که در دربارش مداهی می کردن براش یا اشعاری به, به به اصطلاح حمد و ثنای مثلا شاهان قاجار می سرودن می بینید که در اونجا قایت چاپلوسی و نهایت تملق رو می بینید و مثلا نمیدونم سایه خدا و زل و سلطان نمیدونم هزاران واژه خیلی چاپلوسانه پشت هم به کار می بردن تا واژه ناصرالدین شاه رو بتونن در آخرش به کار ببرن و میبینیم که این دروغگویی یک صفتی است که تمام افتخارات فرهنگی و سابقه تاریخی و انگیزه رشد و پیشرفت رو میتونه در یک ملت از بین ببره رابطه چاپلوسی و دروغ در جامعه چگونه است جامعه ای که بستر چاپلوسی براش مهیا باشه دروغ پردازی هم تو اون رواش پیدا میکنه شما در همین چهل و پنج سال گذشته در ایران کنونیمون میبینید چاپلوسی عوام و دروغگویی ها و قلوه هایی که انجام میشه در حق این سران حکومت حالا مثلا اون شعرهایی که در خدمتشون بودن یا افرادی که در خدمت این رژیم هستند چگونه انجام میشد و فرهنگ نادرست و آموزش اشتباه این 45 سال موجب شد که مردم فکر کنند دروغگویی کلا یک ارزشه نه ضد ارزش و دروغ به اندازه رواج پیدا کرد که میدونید که شما اول با دروغ خوب آغاز میکنید کلاه بردایی نوعی دروغه نمیدونم دوزی های گوناگون نوعی دروغه زیر پای همدیگر رو خالی کردن و برای دیگران برای همدیگر زدن دروغه گسترش و رواج شایعات همه یعنی نوعی از دروغه و میبینیم که چگونه تمام ارکان جامعه رو این دروغ ها و این در واقع شبکه در هم تنیده دروغ در بر گرفته و امروزه به هر کس که دروغ و به کلاهبردارتره و نمیدونم نادرستره میگن آدم زرنگتریست تیزتریست دست و است و در واقع این ضد ارزش به نوعی به ارزش در جامعه داره تبدیل میشه و نشون داده میشه از جای از سوی دیگه ما میبینیم که هر کس که راست در این اجتماع سرکوب میشه شما جرأت نمی کنید که حرف راست بزنید و حقامی که مردم حتی به کوچه و خیابون میان برای اعتراض برای حق خواهی برای راست گفتن درباره آنچه که میاندیشن آنچه که میخواهند و آنچه که نمیخواهند چگونه توی سرشون زده میشه دستگیر میشن زندانی میشن شکنجه میشن کشته میشن و همه اینها نشون میده که در واقع جایگاه دروغ امروزه در جامعه ما چه اندازه از سوی حکومت پشتیبانی میشه و در واقع به دروغگو پاداش میدن و به راستگو استعزا میدن و افراد به خاطر راستگویی در جامعه ممکنه صدمه هم ببینن برای همین ما میدونیم که این مشکل فرهنگی در صورتی میتونه درست بشه که نخست ما یک دولتی داشته باشیم که دولت راستگویی باشه دولت یا حکومت دروغگویی نباشه حکومت غیر مردمی نباشه حکومتی که متفاوت با فرهنگ مردم و اندیشه و هویت این ملت که ملت ایران هست نباشه و برای همین هم باید این رو در خودمون از خانوادهمون از گام نخست آغاز کنیم راستگویی و راست گفتاری راست کرداری و راست اندیشی رو شیوه زندگی خودمون بکنیم اگر میخوایم دو مرتبه بتونیم یک جامعه نرمال و سالمی داشته باشیم حتی در برای این رژیم یعنی اگر که این حکومت هم امروز بیفته با این مشکلات فرهنگی که داریم با رواج این همه نادرستی و ناراستی و دروغ در فرهنگ جامعه آیا شما فکر میکنید که میتونه ایران راه به سعادتی ببره به خوشبختی و به سا، سا، ساحل عمل در واقع ببره ما بایستی که یاد بگیریم که نخست بایستی هویتمون ایرانی باشه و بخش مهمی از هویت ایرانی راستی و راستگویی است و همون جوری که زرتشت بزرگ که خودش پدر بسیاری از فیلسوفان جهانه و پدر فرهنگ ایرانه که ما میدونیم که از دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی همه مردم بر اساس همین اندیشه ملی آموزش میدیدن، بزرگ میشدن، بالنده میشدن و زندگی میکردن در ایران در نتیجه برای بازیابی اون اندیشه ایرانی نخست باید رفتار و گفتار درست رو از خودمون و خانوادهمون از آموزشمون به فرزندانمون آغاز کنیم و به دنبال اون یا باید جامعه ای رو بسازیم که افراد برای راستگویی در اون مجبور به هزینه دادن نباشند باید بدونن مردم که با راستگویی و با اعتماد هست که یک جامعه ساخته میشه اگر شما دروغ بگید بدبینی خیانت خال زنک بازی دو همزنی افسردگی پرخاشگری بازار داغ فریب خوردگی و انحرافات که کجروی های دیگه مثل همون که گفتم کلاهبرداری برداری تقلب معامله های دروغین ازدواج های با وعده های دروغین ادعاهای غیر راستین و به دنبال اون خب نابسامانی های بعدی که در جامعه ایجاد میشه خب طلاق گسیختگی خانوادگی روابط نابسامان بین فردی در جوامع در جامعه عدم تعهد به قراردادهای مالی و اجتماعی و اخلاقی و همه اینها خب ما میدونیم از باز به اصطلاح از دستاوردهای جامعه دروغگوی غیر مت... قابل اطمینانه راههایی که ما باید برای مبارزه و کاهش با عادت زشت دروغ پردازی انجام بدیم اینه که در واقع یاد بگیریم الگوهای فرار از حقیقت که در ذهنمون شکل گرفته رو از بین ببریم ما به خاطر در واقع اینکه ناچار هستیم نباید دروغ بگیم ما به خاطر اینکه منافع متعمین میشه نباید دروغ بگیم و از این رو هست که میتونیم ذهنمون رو دوباره پویا کنیم و ذهنمون رو به کار بندازیم برای سازندگی به جای اینکه برای پوشاندن حقیقت انرژی صرف کنیم برای دروغ گفتن و کلاهبرداری انرژی صرف کنیم برای ناراستی و نادرستی رو وانمود کردن و بیان کردن انرژی صرف کنیم بسیار ساده تر خواهد بود که راست بگیم و راست بشنویم و بتونیم به هم اعتماد بکنیم در واقع دروغگویی روح آزادگی جامعه رو از بین میبره شهامت رو از بین میبره اعتماد به نفسمون رو از بین میبره اعتماد به نفس مردم یک اجتماع رو کلا میتونه تحت تاثیر قرار بده چون هر دروغ موجب میشه که دروغ های بیشتری بگین که بتونین اون راه و ادامه بدین و برای همین مرتب استرس و ناراحتی داریم و نمیتونیم زندگی نرمالی بکنیم اتفاقی که در جامعه امروز ایران می‌بینیم متأسفانه بخشی از همین آسیب فرهنگی رو شما می‌بینید در شبکه‌های اجتماعی میاد افرادی که شبانه روز پشت آیدی های دروغین نام های جعلی و در واقع افرادی که من به اونا میگم لات کوچه خلوت افراد بسیار بزدل ترسوی دروغگویی که یا خیلی اوقات حالا حقوق بگیران رژیم هستند جز ارتش سایبری رژیم هستند یا افرادی هستند که پر از مشکلات گوناگون حالا یا بیماری های گوناگون یا حسادت و عقده های گوناگونند و با آمدن به شبکه های اجتماعی میخوان اینها رو تخلیه بکنند این فرهنگ دروغ و شما در شبکه های اجتماعی از همه جا ممکنه بیشتر به چشم ببینید دروغ های گوناگونی که راجع به افراد میگن تخریب شخصیت های گوناگونی که میکنن بدون هیچ نوع سند و مدرکی مرتب ببخشید این واژه است که باید گفت لجن پراکنی هایی که میکنن و همه اینها نشان دهنده یک جامعه بیماره یک جامعه ای که سرابهای وجودش رو نادرستی و عدم اعتماد و کامپلکس ها یا مشکلات روحی و روانی گوناگونی گرفته و افرادی که گریزی از اینجا ندارن تنها راهی که دارن میان یک خرج کوچک برای اینترنت میدن یک آیدی جعلی و شروع میکنن به تخلیه تمام این چرک و آلودگی های ذهنی خودشون در شبکه های اجتماعی با زدن این و اون با تخریب کردن این و اون با فت... فهاشی و حتاکی کردن به این و اون با گسترش اخبار دروغ در شبکه های اجتماعی و ناراحتی و استرس و در واقع آشفتگی ایجاد کردن در ذهن و روان مردم و این از جایی بسیار بد هست که مردمی که خودشون چهل و پنج ساله زیر یک حکومت ستمگر آدمکش، خفقانزای توتالیتر یا تمامیت خواه که هر گونه غیر خودی رو حذف میکنه به سر بردن و دلشون میخواد که بتونن یک جوری ملتشون و کشورشون از این زیر این یوغ آزاد بکنن اگر که اجازه بدهیم این گونه دروغ پردازیها ادامه پیدا کنه موجب میشه که وقت این ملت نتونن یک پارچگی پیدا کنن نتونن به هم اعتماد کنن نتونن دست در دست هم قرار بدن و بتونن یک حکومت ستمگر به ظالم رو سرنگون کنن و در نتیجه مردم نه تنها نمیتونن این حکومت رو سرنگون کنند بلکه اعتمادشون رو به همه چیز و همه کس و همه اخبار و همه حرفها از دست میدن دیگه اون موقع حتی وقتی که کسی میاد حرف درستی رو راستی رو در یک شبکه اجتماعی هم میزنه دیگه کسی باور نمیکنه به خاطری که انقدر دروغگویی موجب شده که همه چیز آشفته و در هم بر هم بشه و انقدر این قاطی کردن به اصطلاح راست و دروغ در یک جامعه در اخبار گوناگون در شبکه های اجتماعی در جاهایی که مردم میتونن با هم ارتباطی داشته باشن و صحبت کنن یا نظرشون رو بدن انقدر زیاد میشه که عوض اینکه مردم انرژیشون صرف بشه برای براندازی یک حکومت قاسب انرژیشون صرف میشه به پاسخ دادن و فهاشی کردن یا دفاع کردن از خودشون در برابر فهاشی ها و حتاکی ها و دروخ ها و نسبت ها و شایعات و مسائلی که در این گونه مر... اماکن عمومی حالا شبکه های اجتماعی یا جاهای دیگه رواج داره بنابراین بخشی از فرهنگ سازی شامل این میشه که ما بازیابی هویت بکنیم هویت ایرانی از اونجایی که ما ایرانی هستیم و برای بازیابی این هویت و برای از نوع ایرانی شدن باید نخست بدونیم که منش نیاکان ایرانی ما اندیشه و کردار و رفتار و گفتار نیاکان ما که ایرانی بودند و فرهنگ ملی ما رو نشان میدادند نمایندگی میکردن چه بوده و اونها چگونه فکر میکردن چگونه اندیشه میکردن ارزش ها و ضد ارزش هاشون چی بوده که یکی از مهمترین و زشتترین ضد ارزش ها در ایران باستان از همین دروغ آغاز می شده و خود این دروغ پایه است بر تمام آلودگی های بعدی که در شخصیت ما در رفتار و گفتار و کردارمون و در اجتماعمون چه از سوی ما به جامعه چه از سوی جامعه به ما می تونه وارد بشه سپاس بازارم از توجهتون به این برنامه و تا برنامه آینده فرهنگسازی مدرود پاینده ایران